خوشگله. یه چه شبی کجا محمد؟ میدونه ایرنام پیاده میشم میرم خونه، عسکر باهاته؟ آره بابا، برو برو خیز شدی. این بارون موسمی هم برو پا کلافه کرده. ماشین واسه تو اونجوری در تو ترمز بگی بشین، ما داریم میریم گردج. سیام رو در آوردم، میبینی؟ از مرگ اون ده روزم نگذشته. خشمم از گذشته واسه من نگذشته. دیشب اومد تو خوابم، میگفت گریه کردن و سیاه پوشیدن کار خالص زنک هاست، مرد باید تقاص بگیره. من تقاس این دختر بیچاره رو که بیسیرتش کردی و باعث خودکشی شدی امشب ازت میگیرم. بابا والا به دینت، به مستبت، به هر چی که بهش عقیده داری، اگه دست من به دست اون دختر خورده باشه، من میدونستم اون شیرینی خورده تو بوده. دیوونگی نکن ماما. عجب حال و هوایی داشتی بیا بیایی. نه به حسین تلگراف زدن که حال مادرش خوب نیست، پاشه بیاد. بیچاره هنوز نمیدونه داشتش جوون مرگ شده. حسین عاشق داشتش بود،
من که میگم داوود میدونه از خر کجا قایم شده. اونا نون و آبشون از یه کاسه میخوردن. مثلا اونم عزاداره. حسین اول میره سراغ اون. به سلام. اون با حسین رفتی؟ ای بابا، آدمی که داغ برادر دیده دوست و دشمن سرش نمیشه. اگه وایسن تو رو هم دیگه چی؟ آبشوراست. ایشالا غم آخرتون باشه آمد آقا. امروز فردا حسین آقا پیداش میشه آقا داوود. قدمش رو چش میاد. ما نوکر حسین آقایی. اون بیاد پی اصغر میگرده. همه میگن شما میدونید اصغر کجاست. حسین و اصغر هر دو رفیقن. هر کاری از دستم بر بیاد واسه جفتشون میکنن. خداحافظ شما. زمینو زمونم دنبالت میگردم. آقا کجا فهمیدم؟ به مرگ خودت نصف شبی اونجا پرنده پر نمیزم. قسم بی خود نخور مرگ بابا. اونا دارن شاهد علکی درست میکنه. بله بکن بابا هست قهر شاهد علکی. خیال میکنی سریال تلویزیونه؟ چیه؟ میخوای پریمیسون شاهد قتل باشه؟ همون یارو شوفرت که محمد و وسط را سوار کرده یه سر صداهای شنفته بوده، ولی چون شنگول بوده فکر کرده دارین شوخی میکنین. عدالت رفته شهادت داده که محمد را سوار کرده. بگوره بابا این نقمر به تازه خبر خوشترم برات دارم. آره بچه، آره. امروز فردا حسین آقام واسه تقاص خونه داشتش میاد تهرون. من فقط اعضای اونو گرفتم. بذار بیا، فکرشم نکن بچه. هرچی باید بشه شده. حالا باید به فکر یه جایی باشین که یه چند روزی قایم بشی تا آبا از آسیاب بیافت. من دو جا رو فکر کردم، یکی جبستازی هستم موشه، یکم خونه آقام اینا. آقام میگه نمیدونی چه حرفایی میزنه پسر. میگه تو آدم حسابی نشم و سر یه کار نرم تو خونه رام نمیده. حالا تو چی میگی؟ با تو هم اصغر حسین یعنی همه تهران داوود. اون تو هر محل دهت و نوچه داره. وقتی اون دنبالم میگرده یعنی همه تهران دنبالم میگردن. کارم تمومه داوود. من هیچ کس ندارم. من هیچ جا رو ندارم داوود. خودم نوکرتم اصغر. خودم همه کستم. حسین که سهله، اگه دنیا هم جمع بشن. یواشی تو تخم سر سر خواهه گرد میزنه. بلند تو برو ببین کیه. دخترم منم باید بیام. نترسی لازم نکرده. آقا
داووده. سلام، چطوری؟ سلام آقا جونم. هست دخترمو؟ چیه مری؟ چرا وایسادی؟ ببخشید آقا داوود، بله عمو جونم هستن. مری؟ چیزی شده مری؟ نه آقا داوود، هیچی. ماشالله سوگلی خونمون بزرگ شده، همین روز هست که باید واسش دست باله کنی. چی بود؟ داووده جون مهری، چیزی بهش نگی، حتما اومده منو ببینه. سلام علیکم. سلام ننه، ایشاله ماشاله که بهتری. الهی قربونت برم. خدا نکنه بدات. خب چطوری خانم جون، حال احوال؟ چه حال احوالی ننه، خودت که میبینی همش باید دوا بخورم و درمون. ای بابا ول کن زلفشو، روزگار دیگه. چه میشه کرد؟ شما چطوری آقا جون؟ ما باید چیکار کنیم تا شما دور این خونه رو خط بکشین آقا؟ شفی تو حرف نزن، زن تو حرف نزن، بذار من قرمزنگ وضعمو بفهمم. چه وضعی آقا جون؟ مگه چی شده؟ چی میخوای بشه؟ آخه من چقدر باید از دست تو بکشم؟ تو اداره شدم گاو پیشونی سفید، همه میدونن پسرم لات و چاقو کشه، همه میدونن قمارباز و کلاورداره. نه یا تو این خونه آقا، نه یا بذار زندگیمونو بکنیم، بذار این لقمنون خالی و خیال راحت از جلومون پایین بره. منه نمیخوام این دو سه ماه یه دفرم بیاد. من از کجا بدونم الان نیم کیلو تریاد تو جیبش نیست؟ اگه بریزن تو خونه و این لامصبو بگیرن که اون وقت این کندرغاز آب باریکه اداره رو رومون میبندن. تو اصلا روز شب میفهمی؟ از بس سقط سیاه و نفوس بد میزنی. بچم اومده اینجا منو ببینه، اومده. نمیخوام بیاد خانم، نمیخوام. تا آدم حسابی نشه و سر یه کار درست و با آبرو نره نمیخوام بیاد. تو رو خدا نگاش کن، آدمای عین تو سه تا توله دنبالشون بابا بابا میکنه و یه خونوار رو خرج میدن. اون وقت تو هنوز دنبال یللی تللی ما شدی مایه آبروریزی. خودم هم خسته شدم آقا جون، خودم هم از یللی تللی خسته شدم. میخوام برم سر کار تو چاپخونه. تازش اگه شما موافق باشی یه پنج شیش ماه دیگه چیز میکنم، این مهریم عقدش میکنم. وای اله قربون قدت برم مادر. مهری نه، من نمیخوام بهش کسی حرف بزنه. بابای خدا بیامرزش وصیت کرده اون زن کارمند دولت بشه. اگه کار دولتی گیر آوردی یه چیزی، اگر نه فیتیله مهری رو از گوشت بکش بیرون. نوکرت هم آقا جون، میرم تو چاپخونه دولتی، یه جا که صاحبش دولت باشه. بیا خر بیا. کجایی بابا؟ من که نصف جون شدم. بیا تو. سرا کف شده درا آروم. همه که بیدارم، چی کار کنم؟ سر پاشون بگیرم بعدشم بزنم تو سرشون بخوابن؟ تلویزیون لامصب نمیزنه. میبینه بابا. حالا کفرمو در میاره با چیه؟ ناراحتی امشب برم تو کلانتری بخوابم. بیا بابا جون، اینقدر بونه ای علکی نگیر. بیا ته بیا. آخ 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 چی شد؟ آخ مسکیه چیز رفت تو پا. چرا مواظب خودت نیستی؟ مگه کوری؟ جلو پاتو نگاه کن، این نصف شبی چطوری مردی؟ برو بابا. بیا ته بیا. بولم نکن. Thank you.
جای تو اینجاست. 3-4 روز باید اینجا بمونی تا اون وقتی که من بتونم یه پولی جور کنم و یه رای پیدا کنم بفرستمت بری اونور مرز. تو خونه کسی نمیدونه من اینجا؟ به منم گفتم اون ترتیب شام و نهارتو میده. من دیگه میرم. داوود چیه؟ اگه چیز داشتم چی؟ چیز چیه؟ دست با این پا اون پا کن خودش رد میشه. از پلای پشت در میری بالا پشتمون. دیگه کاری نداری؟ نه. خدا بهش صبر. اصغر رو پیدا کردیم؟ پیداش میکنیم اصلا دیگه سنگم برا پیداش میکنیم. میخوام بدونش دست خودم. زنمو ایا این پلو دوست داووده، حتما هم تمام جونتو لخت و اور دیده.
بالاست تو انباری. دیشب داوود آوردتش، دو سه روز اینجاست. من که عاجزم، تو باید بهش برسی و واسه شب و نهار ببری. من بستم رو اتوبوس دستی کنم. من بستم رو بویوت نخونی کنم. بستم رو پیگان 35. بستم با جافتتون رو پجا. اگه این دفعه داوود ببره کفری میشم. حسن پارسال چجوری در رفت افغان؟ میگفتن تو فراریش دادی. من نه با، من فقط آدماشو دیدم. چیه میخوای گره؟ نه همینجوری بعد میسادم بدونه. یه وقت به درد میکنه. چرا به این کار محمود سیاه؟ سپاتوقش تو بیلیارده، بخوای گری واسه درست میکنه. رسیرم ماشین هر که باید دست خوش ما برسه. لحظه اقبال ما بینیم چی میشه؟ از اینجا شروع شد. هست که همال ما چهاره. بنز تو چهاره بکن ما خوب. بعد پیجو جون پیجو حاجی دهه. دهه فعلا که تو بردی از بود دهه. پیکان حاجی تو هشت سه یازده یازده پیکان حاجی یازده رد کنی پول بینید. بازم که ما باختیم بابا. نه که نشد ما تو ببریم همش تو از ما میبریم. رد کنی نگرانم ما اینو دست خوش ما هم برسه آقا دارم. دست خوش تو سک خور خوش اومد. پولم ناره امروز من چی ماری ناره مانده بسته افسانمو. کی هستی؟ مگه شما دوست داوود آقا نیستین؟ چرا؟ من داشتم واسه تون صابونه می آوردم. زنمون گفت که شما اینجا این. کسی نیاد بالا؟ نه کسی نمیاد. نگاه همش هم شکست. تقصیر من بود که یه حوصله‌تون کردم. ببخشی. خدا ببخشی. تقصیر خود من بود که ترسیدم. منم جای شما بودم میترسیدم. یه وقت پابرینه این جهار را نره نه باید بیام خورده شیشه ها را جارو کنم. چشم بازم ببخشید. شارم سردین تو خودتان با من میایی یا نه؟ من بیام خرجش 2000 تومان بیشتر میشه. ولی اونطوری از همینجا میسپرم دست شوفره که گفتم تا با کامیون ببرت دم مرز. همونجا معرفیت میکنم. یا اگرم نکنه از راهی که خودش بلده نصف شب میبرت دم مرز. اون وقت پری پرنده قفس آزاد میشه. دیگه اون بر خط با خودت که درنگ باشی تو تله نیفتی. مالیکو اه محمود جلو حسین نمیخوام باشی. سلام علیکم حسین آقا. سلام نوکرتم. چرا ایسان؟ ایشالا قم آخره کسی حسین چون خدا نصیبت نکن. عجب این برا تا
تو بیلیاردو خیلی وقت پیش گشته بودی کنار؟ خیلی کارا رو گشته بودم کنار که دوباره باز شروع کنم. منتها اینجا اومدم دنبال تو. نوکرتم. ای اسخرم. ازش بگذر حسین. اون خیلی بی تقصیره. اون شب خود محمد رفته بوده سراغ. تو میدونی الان اسخر کجاست؟ نه، خبر ندارم. ولی تازشه که بدونم تو میگی باید بگم. رسم رفاقت اینه. منم رفیقتم. اون موقع که تازه فهمیده بودی زامندار کیه، چوب بیلیارد گرفته بودی دست تو کلت پرباد بود، کی واسد میدونو درست کرد؟ کی پشتیبانت بود؟ حالا من همون حسینم. نمیخوام رفاقتم با کسی آلوده بشه، و یعنی هنوزم میتونم چوب بیلیارد از هر کی بخوام پس بگیرم و تیغه زامندارشم بشکنم. منتها نمیخوام کار به اینجا بکشه. اصغر هر جا هست دستشو بذار تو دست من. شاره نه باگر به راست چیمون خوشت اومد؟ چیمون خوشت اومد؟ که سرشو گوش تا گوش ببری. اون به خودم مربوطه. پس همه چیش به خودت مربوط باشه. از من چیزی نخواه، من نمیدونم کجاست. دروغ میگه حسن آقا، بذار موقع رو شویری. چیه موقع رو بیاری؟ ای تو را منو میگیت سر سلام بایس سر جان موقع رو بیاری تو چونه تو بگه نگم برخونه یه سرخونه مقرر بیارم مقرر همین کی رو همین یعنی که دیگه دست بزن پیدا کردی و خدا رو بنده نیستی تو توره من وایسدی رفیقم رو زدی نمیگم اسخر کجاست رفیقتو زدم چون پر رو بود اسخرم نمیگم کجاست چون نمیدونم تو روی تو هم وای نستادم چون تو روی من وای نستادی بس بایسا چون دیگه از این به بعد من این بره خطم تو هم اون بره خط دربودم از تو خوشش میاد بلش کن حرفشم نزن آخه چرا؟ تو الان یه سال شب و روزت با خیال داوود یکی شده داوود از زبونت نمیفته خب حالا که خدا خواسته اونم برگشته تو این خونه یه کاری بکن دیگه چی کار کنم؟ من از تنم رو میبینم هور میشم حرف سادم رو نمیتونم درست بزنم تمام تنم عرق میکنه اینطوری چی کار میتونم بکنم؟ آقا داوود زنم اون موضوع رو به من گفت به کسی نگفتی که مگه بچم من دیگه بزرگ شدم آقا داوود هزار ماشالله اینه که میدونم منتها من تو همه دنیا فقط این یه رفیق رو دارم اون واسه من خیلی عزیزه حالا شام خورده وقت نشده براش ببرم داوود اومدم آقا جون تو برو برا شام ببر منم سر اینا رو گرم میکنم برو مری جون برو مری خوب شامو گرم کنی ها میخوام دهنم بسوزه سلام علیکم سلام خانوم ننه جون نشناختی دختر بهجت خانوم همسایه‌مونه ننه ماشاءالله چه بزرگ شده بفرمایید خسته میشین سرپا با اجازه آقا جان
خوب از کارت راضی هستی؟ آره آقا جون، ولی خوب کار چاپخونه هست دیگه، خیلی سخته، کمر شکنه. ما خلاصه نفهمیدیم تو چه کار چاپخونه رو یاد گرفتی؟ و بچم از کوچیکیش همه این کارا رو بلد بود. سلام. سلام مهری خانم، زحمت کشیدی. قابل نداره، یه خود پلو ماهیه. ماهی؟ همسایه‌مون از چالوس و سمون آورده. دیگه چیزی لازم نداری؟ نه، فقط من بلد نیستم ماهی بخورم. یکی دستم، یکی هم تیغش تو گلوم گیر میکنه، عادت ندارم. خب من تیغش رو واسه تون در میارم. بچگیم بدشانس بودم مهری خانم، میخواستم به دنیا بیام که قابلم دستم و شکست تو ننم زنده بمونه. 3 ساله بودم که رفتم زیر ماشین، مخم تکون خورد. 5 سالگی افتادم تو آب انبار، هیچی نمانده بود، کلکم کندش. 12 ساله بودم که یه پنجزری عجیب بابام کش رفتم و گوشتم تو دهنم که یهو لیز خورد رفت تو جلو، داشت قفم میکرد. اون وقت سهرا خانم همسایه‌مون تا اینجای انگشتش کرد تو حلقم، جای اینکه بکشه بیرون فرستادش پایین. 3 روز بعد خواستم پنجزری رو رد کنم که تاق مسترا خراب شد روم و کمرم رو شکست. 15 ساله بودم که عاشق دختر سهرا خانم شدم. 1 سال بعدش پسر همون سهرا خانم با چاقو زد روده هم و 15 سانت کوتاه کرد. 17 سالگی بابام مرد. 23 سالگی ننم هم سقط شد. حالام که علکی علکی یه قطر افتاده گردنم و آخرمونم حتما بالای چوبه در تو میدونه توپخونه. یعنی شما قاتلی؟ من دل مورچه کشتنم ندارم، چه برسه به آدمی زاد. میگم که مهری خانم، بعد شانسی ما پیشینمون سیاست. ایشالله آقا داوود میتونه واسه تون یه کاری بکنه، اون معلومه شما رو خیلی دوست داره. نوکرشم اگه اون نبود که دیگه فاد. سلام. سلام. برو پایین مهری، آقام سراغتو میگیره. شما شام خوردین؟ میام پایین میخورم. کجا بودی صبح تا حالا؟ چه خبر؟ همه خبرها خوشه، شهر امن و امونه. همین فرد و پس فردان ترتیب فرارت میدم، بری اونجا که دست خدا بهت نرسه. فعلا که شهر به این بزرگی مثل ما شده قفص.
یه مار توی خونه است، به پریشت نزنه. بله آقا، ولی الان 10 ساله که دیگه هیچ چیش به من مربوط نیست. حتی اسمشم تو شناسنامه‌ام خط زدم. بفرمایید این ببینی آقا. نمیخواد آقای شفیع. من فقط میخواستم یه مطلبی رو بهتون بگم. بله، بفرمایید. اون یه رفیقی داره که اسمش اصغر. اون آدم کشته، داداش منو. شنیدم چند شب داوود خونه شما میخواد. میخواستم بدونم شما چیزی راجع به این موضوع شنیدی؟ راجع به اصغر؟ هیچی به خدا، اگه چیزی هم شنیده باشم، من خودم اهل قانونم آقا، کارمند دولتم. شما مطمئن باشین که اگه چیزی بفهمم اول از همه خودم پلیس خبر میکنم. میخوام اول منو خبر کنی. نمیخوام بگم باید، ولی اگه زن بچه تو دوست داشته باشی، هر خبری شد اول تلفن میکنی اینجا و واسه من پیغام میذاری. اسم من حسینه، حسین داشمزه. ایشالا دیر بشه، دور نمیشه. خدا از زبونت بشنفه. خداحافظ. خدا کنه شلوغ نباشه. سه‌شنبه ها خلوته. به بچه ها گفتی سر دیگ نره؟ آره. میخواستی داراش بس خونه رو ببندی آبجه من خیلی شید. عشقه داره میاد. وای خدای من. چی؟ سلام. سلام. سلام به دخترهای چنبول منبول. اغور بخیر، کجا؟ میریم همون. همون چی کار؟ برو پوسکنده که دیگه شستن نمیخواد. مری، چه خبر؟ خبری سلامتی. خیلی خوب، پس منم با تو میام همون. شما منو بشونین، منم مشت و مالتون میدم. چطوره؟ بفرمایی، مهری که از خودش؟ عقدر. خب، بابا خجالت نکش، فقط عقدست و مشت و مال میدم. من این عقدست خانوم. واو، مگه من میذارم؟ چه جورم میذاری؟ خب، بریم تا بگم چه جوری. اول ستایی میریم سر بینه، همون رو قراغ میکنیم، دونه دونه لخ میشیم، دو تا لوی میگیریم، ستایی میبند. بیا بالا، بیا دیگه. نه تالیکه، من میترسم. نه ترس، بیا من هستم. از چی میترسی؟ من که تو رو جای بد نمیبرم. چقدر پلیانو تو دوری درازه. الان میرسی. ببین چه جای خوبیه. اون دفعه که آمپول به زدم گفتی خوبه ها؟ عقبس میزنه، اون گفتی آمپول بازی بده. میخواستی بهش نگی که آمپول زدی. من میترسم. حالا این دفعه خوبه. دلار زمین، دلار زمین. حالا پشتیتو بکن به من. اول الکل بمالم. تو خدا یواش بزنی و من دردم میاد. تا حالا آمپول لازوزکی نزدم. گیری هرکن بسه ما چیز کنم.
اومده بود اونجا چی کار؟ من چه میدونم؟ دکتر بازی با بچه های همسایه دروغ میگه؟ آب عیبی نداره منتها به هیچ که نمیگی رفیق من اون بالاست اگه بگی منم دکتر بازی تو با دختر همسایه با آقا جون میگم باشه حتما؟ حتما آه حالا داشمی بیا داشم همیشه هم روز پنیزه بهت میدم که بری واسه خودت بستنی بخری خب؟ خیلی خوب برو ننه دار الان میام ننه این پاچه تو بگی برو بالا منم الان میام پیشم چه این؟ عرق و آبجو پول رفتنت هم جور کردم امشب قراره علی زاغه و باغ پر رو داشتشو بزنم 3000 تومن پول بگیرم کافه رحیم رو ریختم به هم تنهایی؟ اینجوری یکی دو روز دیگه تو اون بره دنیایی اونا خیلی نامردن داوود دفتیکم یکی دو تورم با خودت ببر از کجا میشه؟ الان اومدم خیالت از بابت اونا راحت باشه حالا تا کسی نهیدت بالا منم یه سری به ننم میزنم و میام پیشه راستی مری که رفته همون میدونم که این دسته کتابش آبور داد نمیدونی شوه چه حالی داشت تا خلاصه یه دیگه کاغذ لایکش نوشته بود I love you آی چی؟ باز تو فکر داوودی؟ اون سرش خیلی جاها گرمه اصلا من شرمم میشه اون هر وقت به من نگاه میکنه نگاهش مثل یه برادره اون وقت من خواب میبینم عروس اون شدم خدایا منو ببخش میام پیداشون میشه جون تو پول هیچی ثواب زدن اینا از روزه یه مارم از این بیشتره خیلی نامرد همینا بودن که حجت چاپول بیچاره را از هستی ساقط کردش ساکو اونا بیان باش بابا ساکو زنده باشی قربون تو چشمات بزندی بابا آب از سری که گذشتی آب از سری گذشتی
مهری چیه محمد رضا؟ یه چیزی بهت میگم، به داوود نگی یا؟ نه، چی میخوای بگی؟ بگو چونه من نمیگی؟ نه، نمیگم، چیه؟ یه مرد تو انباری بالاست، امروز من خودم دیدمش. به کسی هم گفتی؟ به جون آقای جون نه. خیلی خوب، برو بخواب، برو. قدیم گفتن دست بالای دست بسیاره، باجخوری بد نیست، منتها از مستحقش. این نامردا کافر و مسلمون سرشون نمیشه، دارا و ندارا تلکه میکردن. اینم تقاصه، شنیدم بعد توی اینا کارشون کردی. اوه، اونقدر که تا یکی دو ماه دیگه باید مرتب سرخوش بشه. خوبه، خیلی خوبه، پس نوش جونت. قربون دسته. چرا؟ به ذاتت بیاد افخر. چرا؟ این چه حماقتی بود؟ چرا این حماقت رو کردن؟ حالا باید چی کار کرد؟ خدایا به مرگم راضیم. این دیگه چه کاری بود کردم؟ مهری من دیوونه میشه، داغون میشه، میمیره، نه مری، نه مری، به خاطر خدا میگه، به خاطر خدا اون نفهمه. موسیقی
بیداری مری؟ سلام، سنبر آتیش کردم دیگه خوابم نبرد. داوود دیشب نیومد؟ نه انگار. چیه محمد رضا؟ سلام آقا جون. سلام. صبح به این زودی اینجا چرا نشستی پسرم؟ صبح به این زودی؟ اگه دروغ بگم میرم تو جهنم آقا جون. معلومه دروغگو دشمن خداست. چیه؟ چرا منمن میکنی؟ یه دوست اون بالاست آقا جون، تو انباریه، دوست داووده. اون یه رفیقه یه کسیش هست داره، اون یه آدم کشته، داشت منو. تو انباری؟ بیشتر نمیذارم اینجا باشه، یه طوری هم از اینجا میبرمش که آب از آب تکون نخوره تا شما دیگه اینقدر زرج نکشی. خب بگو ببینم سه ساعت تو قهوه خونه زبی کچل با آقا داوود دل و قلبه رد و بدل میکردی. امروز هم از صبح با تو بوده، من میدونم یه خبری هست. اگه نگی و خودم خبر داشتم اون وقت از مردی میندازمت.
جلال بزن. میخواد در بره، میخواد در بره اون بر مرز تو افغان، منم دارم براش هاجور میکنم. همین الانم فرستادمش بره گاراژ، گاراژ جدالله. واسه همین کارم تا یه ساعت دیگه هم بر میگرده تو لاله‌زار منو ببینه. اون حتما میخواد اسخر فراری بده، شک ندارم. اون هنوز هم شبا میره خونه آقاشینا؟ آره انگار. میخوام باز حرف بزنم. بگو. اینجوری نمیشه. یه سوال شو. نترس تنها. بچه دوزی زیاد شده. مامان جونم گفته سوار ماشین غریبه ها نشن. ولی خب. حالا که اصرار داری سوار میشه. حقم داری لغز بخونی. میتونی؟ چی میخوای بگی حسین؟ من میدونم از خر تو خونه آقاتونه هست. خب پچه رو نمیری خبر بدی؟ گفتم با خودت حرف بزنم. دلم نمیخواد آبرو ریزی بشه، چون اگه من الان پیاده بشم و کلانتر این محلتونو با تلفن خبر کنم، قبل از اون که تو بخوای از خر رو فراری بدی پلیس گرفتتش. اینجوری همه تون تو حتفلی. باباتم بعد از یه عمر آبرو داری باز بره گوشه خلفتونی. ولی اگه همینجوری این بچه آدم بریم و تعبیرش بدیم، من قال همه غذایا بی سر صدا کنده میشه، رفاقتمونم سر جاشه. اینا همش خیالاته، من نمیدونم اون کجاست. خیلی خب پس پیاده شو. ما هم از این کیوسک که تلفن یه زنگی به کلانتری محلتون میکنه، زنگ مفت و گنجیشمون شایدم گره. تو بردی، بریم در خونه ما. به داوود نمیگم، ولی راست راستی تو میتونی یه روز برگردی؟ اسقر! 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 چی شده؟ نمیدونم، نمیدونم. اسقر! کجایی؟ اسقر، باز فرار کنیم، تو نفس داری باید بذاری. جانا!
اگه کسی اینجا سراغ ما رو گرفت میگین هیچ خبر نداره. پس نباش، من بر نکردم. پولیس داره میاد، باید از پشت اونه فراتونی این هست. ببخشید آقای شفی. آقای شفی لطفاً با ما بیایید. کجا؟ کجا بیام؟ اداره پلیس. ناراحت نشید، زیاد وقتتون رو نمیگیریم. آخه چرا؟ چرا؟ مگه چی کار کردم؟ چیزی نیست، فقط چند تا سوال میخوایم ازتون بکنیم. نه، من نمیام. همینجا بگید، هر حرفی دارید همینجا بزنید. من کاری نکردم. آخه من کار خلافی نکردم. جون بچه ها جون نه، آبرو میری. من چند سال با آبرو زندگی کردم. خدا من نبرد، من گناهی نکردم. یالا بچه ما چون بکن چارده ردیفه دیگه باید بذارین رو هم. خسته نباشی. سلام حسن موش. سلام آقا داوود. چطوری موش موش؟ ناکرتم. این برا چه خبر؟ باز نقش فخشهی داری؟ میخواستم یه امشب تا فردا عصر اینجا مهمون تو باشم. و از خواه؟ آره. چی بگم والا، من تازه دارم سر سامون میگیرم آقا داوود. زنم هم تازه زایده، دلم نمیخواد برم گوشه یه لفتونی. ای بابا خیالت راحت باشه حسن، فقط تا فردا، اون وقت یه عمر مدیونه دارم. باشه نوکرت هم، من میرم از فر بیارم. آقا جونه. سلام آقا جونه. سلام بسیار. چی شده آقا جونه؟ چی بگم، خدا باعث و بانیش رو زهیر کنه. چیزی نیست، گریه نکن بسیار، گریه نکن. زمانت آزادم کرده. تو تا حالا اینقدر مست کردی که هیچ چی حالیت نباشه و نفهمی چی کار میکنی؟
آره، یکی دو دفعه. یه دفعه یادم شب تو تهران نشستم پامیز عرق، صبح یه سپور تو یکی از پیاده روهای عراق از خواب بیدارم کرد. جون از قرقا نفهمیدم چجوری اون همه راه رفتم که خالیم نشد. اگه تو اون وضع که هیچی حالید نبود، یکی اون میکشتی، یه دختر نجیب رو بیسیرت میکردی چی؟ هیچی، هرچی خورده بودم از دماغم میومد بیرون. خیلی زور داره، این آشن نخورده و دهن سوخته هست. چی حالا؟ میخوایی بری دل با پس منی؟ نه، همینجوری تو خیال تحت رفی. تو که رفتی و خیالم راحت شد، میخوام آقا بشم. دو تو چهار تاست. آقا داود میخواد مرد خونه بشه. چطوره؟ یعنی میخوایی زن بگیری؟ آمدینه گفتی و کردی کباب. تو بمیری هشت ماه خاطر خوشم، یعنی هشت ماه که فهمیدم خاطر خوشم. همش جلوی چشمی، فکر و خیالش یه دقیقه ول کنم نیست. کیه داود؟ کیه؟ من میشناسمش. آره میشناسیش، مری خانوم، ماج سر همه دخترها، نور چشم و قوت زانوی داود. خیلی میخوامش از خر جون تو دیوونشم. به آقام هم گفتم، لا کتاب گفته تا کارمند دولت نشم به ام نمیده تش. ولی جون تو دنیا رو با آتیش میکشم دست یه مرد دیگه به دستش بخوره. میاری دخترم اومه، منم پسرم اوشم. عقد ما رو تو آسمونا بسته. غیر از اینه؟ خب چرا؟ چرا من من میکنی؟ بگو به پای هم پیرشین. به پای هم پیرشین نوکرتم، ایشالا تو هم به مرادت برسی. حالا دیگه بخوابیم که صبح زود باید برم خونه و یه سرگوشی آب بدم ببینم ما اومدیم چه خبر شده. بالاخره ما یه کاری کرد آقای شفی. میگم که آقای شفی شاید رفته بشه خونه فک و فامیل شما. نه آره بابا جون، به کلانتری هم اطلاع دادیم، رفتیم کلانتری به حال گفت من مشغولم اینجا از پیداش بشه. من نمیدونم چه کار بجا خودش بزرگ چرا به کلانتری خبر بدیم؟ بیا. سلام آقا داود. سلام، بگو ببینم چه خبر شده. والله چی بگم؟ مادرم طوری شده؟ نه جون مهری، راستشو بگو. نه به خدا، مادرتون هیچ نیست. پس چی؟ آخه چطوری بگم؟ مهری اون مهری چی؟ چه بلای سرش اومده؟ چیزش نشده آخ داوود، اون فرار کرده. فرار کرده؟ یعنی چی؟ کجا فرار کرده؟ من نمیدونم. میدونی؟ تو خوب میدونی، به من بگو اقدس. اینجوری من دق میکنم، بگو شاید من بتونم یه کاری بکنم. والا اون رفته دنبال اصغر، همون دوست شما که اینجا قایمش کرده بودی. دنبال اصغر؟ چرا؟ اون با اصغر چی کار داشت؟ مجبور بود آخدا، اگه نمی رفت رسوایی بدتر از این بالا می اومد. آخه اون دوتا یه شب کارشون از کار گذشت.
گم شدی که فرداش پلیس اومد اینجا. مهری میگفت اصلا خیلی مست بوده، میگفت خود شما براش مشروب آورده. کجا می رفتی؟ داوود خوب؟ خونه شما، منم می رفتم کلانتری خودم رو معرفی کنم. نه می خواهم بگم عمدن نمره کشتم تا اعدامم کنن و همه راحت شی. پس من چی؟ تصریف من چی میشه؟ خیال میکنی من کیم مری؟ من تکلیف خودم هم نمیدونم. من یه فراری هم، یه فراری که همه ترون دنبالشم. من فقط یه رفیق داشتم، یه داوود، که در حق اونم نامردی کرد. تو نباید اینجوری خودتو نوکرتم مری، بذار دیگه رو بکنم. من هر جا پا بذارم مصیبت بار میارم. بذار بکشنم همه راحت میشیم. نذار دیگه چشم به چش داوود بیفته مری. اگه قرار تو رو بکشم، منم خودم رو میکشم. یعنی مجبورم بکشم. منم دیگه مثل تو فراریم. اگه من 3-4 ماه دیگه تو اون خونه میموندم، همه موضوع میفهمیدم. اون وقت یا عموم و داوود منو میکشن یا حرف مردم. تو باید منو عقد کنی اصغر، یا اگه میخوای خودتو بکشی باید بدی اول منو بکشم. نمیشه مری، نمیشه من تو رو عقد کنم. میشه اگه تو بخوای. میشه. میخوام مری، ولی نمیتونم. چرا؟ چرا نمیتونی؟ واسه این که داوود عاشق تو، واسه این که 8 ماه اون داره به خیال تو زندگی میکنه. 8 ماه به فکر اینه که آدم حسابی بشه و بتونه تو رو عروس خونهش بکنه. حالا من چجوری میتونم مری؟ چجوری میتونم؟ مرو
منو با شما نبینن بهتره حسین آقا جون. دلم نمیخواد کسی بفهمه من اسقر لو دادم، نامردیه. باشه، ایرادی نداره. در رفته، نره اون تو چیه؟ انگار تو رم زخمی کرده، آتیشم زده. کاش زخمش داغ برادر بود، اون خود منو کشته، من پی تقاص خونی خودمم. اینجور که معلومه تو خونه جفتمون زهر یه عقرب داره میدوه. مرد کشتنش هستی؟ خونشو میریزم تا جلوی چشام این مرغ سرکنده پرپر نزنه راحت نمیشینم. میری کجاست؟ یعنی میشه معجزه بشه یا امام زاده؟ یعنی میشه همه چی مثل اولش بشه؟ من که داوودو میخواستم، داوودم که منو میخواست، پس چرا اینطوری شد؟ چرا باید اول جوانیم زابرا بشم و با یه مرد دیگه ای که اونم پیشونیش از من سیاتره آواره دیار قربت بشم؟ خودت یه کاری بکنه خدا، من شهرمو دوست دارم، محلمو دوست دارم، کجا بذارم فرار کنم؟ یا امامزاده، همه میگن شما ها معجزه میکنی. من مستحقم، من دیگه هیچ کس رو ندارم. دستم رو بگیر یا امامزاده حسن، کمکم کن. اگه میخوای بریم الان دیگه وقتشه. کامیون نزدیکای زور را میفته. باسته من برم سراغ یدالله، الان میام. خیلی خوب. شما دیگه پاک شورش در آوردین، یه چرخ پیاده کردن و سوار کردن که اینقدر معرکه گرفتن. آقا یدالله چه؟ سام من افخرم. یاله سوار کارتون شین. سام دوست آقا داوود؟ بله. شما دمه در منتظر باشین که ده دقیقه دیگه راه میافتید. من زنم هم با خودم آوردم، ایراتی داره؟ واسه من نه، ممکنه اونجا به اشکال بر بخوریم. خیلی ممنون، اونجا خودمون درستش میکنیم، اونش با خودم. من یه چند کلم افغانی بلدم. سر و گوشی آب میدی من یه سری اینجا میزنم برمیگردم. یالو اسقر تو ندیدنت فرار کن.
من وای مرگ خودش برو قسم هم نده تحصیلی نداره داوود بذار برات بگم چی شده اون شب اینقدر اون مسبود که حتی منو نشد خواهد شد خواهد شد آره بزن تو میتونی میتونی منو بزنی میتونی حتی منو بکشی میتونی بری دست و پای عسکرم بگیری تا اون رفیق گردن کرفتت بشینه رو سینش و این گوستن گوشت آگو سرش رو ببره اون وقت اون محل همه میشینن و میگن جونم به اون غیرت حقا شیر پای خورده ای میدونی چرا؟ چون هیچ کسی چی رو نمیدونه نمیدونن اصغر اون شب اینقدر مست بوده که حتی نتونسته منو بشناسه نمیدونن تا حالا صد دفعه خواسته خودشو معرفی کنه تا اعدامش کنن واسه اینکه چشش به چشتون نیفته کی میدونه هیشگی بعد گوش کی اینا رو میشنوه هیشگی آره برو برو غیرتتو نشون بده برو بکشش ولی داوود من اون داوودی که فکر و خیالش چند سال خواب و آروم منه اینقدر سنگدل و بی‌رحم نیست که رفیق عزیز جونجونیشو به خاطر گناه مستی پای مرگ بفرسته و عین شم وایس نگاه کنه تا خونشو بریزد داوود من خیلی مردتر از این حرف هست داوود من اگه منو نبخشه اگه منو لایقه زندگی با خودش ندونه حقشه ولی اون نمیتونه وایسه با جون دادن رفیقشو تماشا کنه بدلی چه خالی شد دیگه بس بارش به من چیه؟ تو زدی؟ نه نه مجبونم من تا خرخرش نگیرم تو دستم نه حسن نه 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 نه
اسقر، اسقر منو نگاه کن. نه داوود، روم نمیشه، نمیتونم تو چشت نگاه کن. بخشی نشو پسر، من رفیقتم. آره ولی من نه، تو نمیتونی منو ببخشی. دشمن دشمنشو میبخشه اسقر، ما که رفیقیم. نگاه کن پسر، تو چشم نگاه کن، ببین غیر رفاقت هیچی توش نیست. Come on.